time. بینندگان، هموطنان و همزبانان عزیز، روز و شبتون بخیر. در خدمتتون هستیم به همراه دکتر رضا قربانی، فوق تخصص در جراحی و درمان درد. مثل طبق معمول یک شنبه‌های گذشته در مورد درمان درد بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد و روش‌های مختلف پیشگیری درد. دکتر رضا قربانی تخصص جراحی عمومی خودشون رو از دانشگاه تافت باستان موفق شدن که دریافت بکنن. پس از اون در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد، یکی از بزرگترین و معتبرترین دانشگاه‌های دنیا، موفق شدن تا تخصص بیهوشیشون رو دریافت بکنن. از همون دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد موفق شدن تا فوق تخصص در جراحی و درمان درد رو دریافت کنن. پس از اون به مدت 10 سال در رشته‌های مختلف شناخت درد، پیشگیری درد و داروهای مختلف و روش‌های مختلف برای درمان درد به تحقیق و پژوهش و تدریس پرداختند. از سال 2007 میلادی دکتر رضا قربانی ریاست مؤسسه داروهای پیشرفته درمان درد رو در واشنگتن دی سی عهده‌دار بودن، همزمان بخش درمان درد دیمنشن هلتکر سیستم رو عهده‌دار هستند. و جالب بدونید که دکتر رضا قربانی به همراه همکارانشون موفق شدن بعد از سالها تحقیق و پژوهش در مورد روش‌ها و داروهای مختلف درمان درد، دارو و راه حل و پماد و محصولات گیاهی رو روانه بازار و در خدمت مردم قرار بدن به عنوان ناکسیکر که دارویی 100% طبیعی، 100% گیاهی برای درمان درد. آقای دکتر، طبق معمول یک شنبه باز هم خوش اومدید. خیلی ممنون. سلام به بینندگان تلویزیون ITN و هموطنان عزیز هر جای دنیا که هستین. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و بتونیم امروز یه مقدار اطلاعات بیشتری در مورد درد و درمان درد، امروز در مورد کمر درد ما صحبت خواهیم کرد. ما با همراه دکتر قربانی یه میتینگی داشتیم دیروز در یکی از هتل‌های همین لس آنجلس. آقای دکتر، این بارای این مسافرا رو که می‌ذاشتن اینا توی این ماشینا، اگه شما هم دیده باشین، من کمرم درد گرفت ماشاءالله. از فکر میکنم عرب بودن مهمونایی که توی هتل بودن، حالا شما توضیح بدین فکر کنم بهتر باشه برای بینندگان عزیز که چه می‌کردن این دلارهای نفتی. حالا شما میخواین ما رو به درد سر بندازیم؟ نه اختیار نه. نه خب واقعیتی بود که در یکی از هتل‌های خب خیلی معتبر لس آنجلس و با قیمت بالا، مهموناشو فکر میکنم مثلا 50% راحت از مردم عرب زبان بودن. خب ظاهرشون قشنگ مشخص بود و به قول آقای دکتر، یکیشون که میخواست چک اوت بکنه و بیاد و هتل رو ترک بکنه، دو تا ماشین از این ماشین‌های بزرگ، حالا SUV، همین ماشین‌های بزرگ شاسی بلند، حالا به قول تو ایران یادش بخیر، فقط چمدونای این مسافرا رو به قول ایشون خیلی مرتب و منظم و همه چی اتو شده می‌ذاشتونه. بنده خدا این کارمند هتل هی فقط چمدون، دو تا ماشین پر فقط چمدون می‌بود. حالا توی چمدون‌ها دکتر می‌دونی که چی بود؟ ناکسیکر. ناکسیکر داشتم می‌بود. این کیسه ها رو من دیدم که با خودشون میارن خرید میکنن. شما فکر کنید مثلا رفتید چه میدونم گوجه و خیار و اینا بخرید، ولی به همون راحتی این مارکای معروف لوی بوتان، گوچی، کریستیان دیور، تمام این مارکایی که بسیار معروف است تو خیابون رودو درایو، اینا کیسه کیسه. گفتم خب از همیناست که دیگه راحت داره میره. و که یک کیف کوچیکش حدود 1000 خورده دلار، هم یه دونه جاکلیدیش. خلاصه با آقای دکتر داشتیم راجع به این مسئله صحبت می‌کردیم، گفتم من کمرم درد گرفت جای اون نگاه می‌کردی. پس لطفاً راجع به کمر درد صحبت کن. بله، امروز می‌خوام در مورد کمر درد صحبت کنیم. کمر درد دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش دیسک کمره که معمولاً مردم میگن ما دیسک کمر داریم. همه دیسک کمر دارن، ولی این دیسکای کمرتون امکان داره که صدمه دیده باشه و باعث درد شما بشه. این انیمیشن رو دارین که در مورد فقط آناتومی الان ما کمر استخوان رو نشون بدیم. اگه لطف کنید از همون آرشیوی که اولین فیلمی که من بهتون دادم، آیلین جان، اونو، نه اونی که از روی وبسایت قرار پخش بشه، اونو لطفاً پخش بشه. ستون فقرات شما یه مهرهایی دارین در گردن، بعد قسمت بالای کمر و قسمت پایین کمر. قسمت پایین کمر شما 5 تا مهره دارین که به نام لامبار بهش میگن، از L و مخفف 1 2 3 4 5 این شروع میشه. بله الان اینجا داره نشون میده. آی جنگ نیل خود نگه دارید من توضیح بدم. اینجا
داره نشون میده که اون سفید مهره های کمره، بین هر مهره شما یه دیسکی دارین که این مثل به اصطلاح یه کارتیلج بهش میگن که باعث میشه که فشار به این استخوان ها کم بشه وقتی که شما دارین راه میرین و دولا میشین یا کارهای دیگه میکنین، این استخوان ها به هم سایدگی نداشته باشن. اون شیء کپسول مانند داخل رو میفرمایین؟ بله بله بله. اون دیسک دو تا قسمت داره، یه دونه اون وسطشه که الان اینجا شما مثل توضیح دادین و دورش به این میگن نوکلیس، دورش انیولسه و این بین دو تا مهره است. بعد این زرد رو که شما میبینین اینا عصبایی ان که از نخاع میان و در مورد کمر به قسمت پایین کمر و به پاتون میرن. این عصبا تا انگشت آخر پا ادامه دارن. بعضی مریضا هستن میان میگن که من انگشت پام درد میکنه و این اثرش این عصبیه که به نام مثلا L5 هستش که لامبار شماره 5، اون عصبش به اصطلاح داره به اونجا میره. این عصبای حسی هن و یه عصبایی هستن که موتور بهش میگن که باعث میشن که بتونین تکون بدین پاتون و عضلات پا رو و مفصلا و غیره. این دیسکی که بین الان اینجا صورتی هست بین این دوتا مهره ها، هرچی که ما سنمون بیشتر بشه، معمولا بعد از سن 30 و 40 سالگی، این باعث میشه که این دیسکا به اصطلاح نازکتر و نازکتر بشن. این دیسکا خودشون عروقی توشون ندارن و اکثر مواد غذایی و اکسیژن رو از عروق نزدیک دیسک دارن میگیرن. وقتی که این دیسک اون مخصوصا اون وسطش که به اصطلاح نوکلیس بهش میگن، آلی جان میتونین ادامه بدیم ببینیم که ما عکسای دیگه داریم یا نه، این وقتی که این به اصطلاح نوکلیس این شروع کنه نازک و نازکتر شدن، فشار رو نمیتونه خوب بگیره وقتی که شما فرض کن دارین راه میرین یا دولا میشین، بعد این فشار رو میده به اطرافش که اون به اصطلاح انیولس میگن. انیولس ضعیفتره استرکچرش تا نوکلیس، نتیجتاً باعث میشه بعد ما که فشار بیاد و اون نوکلیس نتونه فشار رو خوب ابزورب بکنه بگیره، به کناره هاش بزنه و این کناره ها شروع کنن ترک خوردن. اینجا رو نگه دار ولی اینجا این دقیقه قشنگی نشون میده اون نوکلیسه، بعد ادامه بده ولی اینجا بقیهش انیولسه. وقتی که این نوکلیس باز فشار رو نتونه بدینگه به بغلش بده که اون انیولسه، اینا به اصطلاح چون ضعیفتر اون استراکچرش باعث میشه که ترک بخورن. وقتی که ترک بخورن امکان داره که خود اون نوکلیس اون وسط دیسک بزنه بیرون که بهش هرنیید دیسک میگن، یا به اصطلاح مردم میگن که این دیسکمون زده اود کرده و این دیسک میتونه به عصب نزدیکش به اون زردا تا اونجا ادامه پیدا بکنه یا به نخا که عقب بره. اگه به نخا بره امکان داره که شما درد کمر و درد پا بگیرین، اگه به طرف چپ یا راست فقط بره امکان داره که فقط شما درد پا داشته باشین و درد کمر نداشته باشین. بهش سیاتیک خیلی ها میگن، من سیاتیکم عود کرده یا سیاتیک دارم. وقتی که اون ترک بخوره، یک مقداری از مایه هایی که توی این دیسک بیرون میاد و این مایه ها نزدیک عصب که باشه باعث تورم عصب میشه. وقتی که این عصب تورم پیدا کنه، الان اینجا نشون میده که به اصطلاح اکسیژن ها دارن به دیسک میرن، تغذیه میشه به دیسک. که یکی از چیزهایی که ما قبلا باز توضیح دادیم، وقتی که سیگار که شما بکشین باعث میشه این عروق نزدیک دیسک خیلی گرفتگی پیدا کنه یا مرضی های دیگه داشته باشین، مثل مرض قند، یا باعث میشه که این عروق های مقدار گرفتگی پیدا بکنه و کلسترولتون بالا باشه، باز این عروق ها گرفتگی پیدا میکنه و هرچی عروق ها گرفتگی پیدا کنه کمتر این مواد غذایی و اکسیژن میتونه به دیسکا بره. دیسکا هرچی کمتر این مواد غذایی و اکسیژن رو بگیرن، زودتر و سریعتر باعث صدمه بهشون وارد میشه. وقتی که این عصبا تورم بکنه که اینجا مثلا داره نشون میده، شما باعث میشه که درد بگیریم.
کاری که خیلی موقع ها ما میکنیم تزریق کورتون یا کورتیزون دم این عصبا هستش، باعث میشه که تورم اینا بخوابه. وقتی که تورم بخوابه درد یک مقدار کمتر میشه. ولی امروز میخوایم صحبت بکنیم که اگه این دیسک ترک خورده باشه ما چطور بتونیم اینو ترمیمش بکنیم. قدیما ما میرفتیم و این دیسک رو اصلا به کلی در میآوردیم و این دیسک که در میآورد خب بین این دوتا استخونا چیز دیگه نبود و اینا سایدگی به هم میگرفتن، نتیجتا اینا رو با هم وصل میکردن و بهش فیوژن میگفتن. فیوژن باعث میشه که این به اصطلاح مهره ها ثابت به هم باشن، دیگه سایدگی نکنن. ولی خب اشکالش اینه که وقتی که اینا به هم ثابت باشن شما دولا شدنتون یه مقدار سخت تره، عقب به اصطلاح چپ و راست، یعنی دو تا مهره رو به هم قفل میکردن، قفل میکردن و با به اصطلاح میله ها و مثل ثابت نگهشتن پیچ و مهره اینو نگه داشتن. و حالا فکر کنین که این چیز خیلی طبیعی نبود، شما پیچ و مهره داشته باشین توی کمرتون، این عصبای نزدیک اونجا هستش، این امکان داره باز یه مقدار تحریک تر بشن و حدود بعضی موقع حتی تا 50-60% مریضایی که فیوژن رو میگرفتن باعث میشدن که دردشون بدتر بشه که بهتر نشه. و به این فیوژن رو که میخواستن قدیما بکنن باید حسابی کمر رو میبریدن، باز میکردن، عضلات رو به کنار میزدن، عصبا رو به کنار میزدن. همه این کارا امکان داشت به عروقا صدمه وارد بشه، به عصبا صدمه وارد بشه و ساعت ها بعضی موقع این جراحی ها طول میکشید. سالها که تکنولوژی بهتر شد الان میتونیم که این فیوژن و اون پیچ و مهره رو با کمتر بریدگی، با زیر ماشین اکسری، با بسیار سوراخ‌های خیلی کوچکتر اینو بکنیم. ولی باز این دیسک رو در آوردن و اینا رو فیوز کردن باز میگم این چیز طبیعی نیستش، یه مقدار باعث میشه که نتونین کارهایی که میخوایم بکنیم. الان ما میتونیم یه پروسیجری استفاده بکنیم به نام IDET. IDET has intradiscal electrothermal therapy. و یه انیمیشنی داریم که الان اینجا اگه شروع بکنین نشون دادن براتون توضیح میدیم. انتخاب شده توی بله، این توی وبسایت خودم هم هست، www.drqurbani.com. اون قسمت سرویس ما انیمیشن های مختلف در مورد جراحی های مختلف و تزریق های مختلف داریم که همتران میتونن برن ببینن و استفاده بکنن. این پروسیجر IDET که توضیح دادم، IDET، این حدود 20 دقیقه بیشتر، نیم ساعت بیشتر طول نداره. خیلی پروسیجر سیفیه، اوت پیشن بهش میگن، مریض میاد و میره خونه حدود نیم ساعت بعد از اینکه اینجا داره شروع میکنیم توضیح دادن. یه دقیقه آیل اینجا نگه دار، من شروع کنیم باید توضیح دادن، اون عکس رو نگه داریم بی زحمت. این پروسیجر همینطور که توضیح دادم نیم ساعت بیشتر طول نداره، مریض میره خونه حدود نیم ساعت بعدش، زیر بیهوشی موضعی و یه مقدار سدیشن که مریض بیهوشی عمومی احتیاج نداره داشته باشه، تقریبا خوابه و ما به ماشین اکسری احتیاج داریم که بتونیم قشنگ ببینیم که چه کار داریم میکنیم. این دوباره عکس علی جان بذاریم من توضیح میدم. مریض خوابیده روی شکمش، همونطور گفتم یه مقدار بیهوشی داره، ماشین اکسری داره این دیسکا رو به ما قشنگ نشون میده. این زیر ماشین اکسری ما میتونیم یک سوزن خیلی نازکی که مثل لوله خالی مانند میمونه وارد بکنیم، از کمر به این وارد قشنگ توی دیسک بشه. این پروسیجر کسی که بتونه اینو بکنه و سالها کرده باشه بیشتر از 5 دقیقه بیشتر طول نداره و هیچ بریدگی هم احتیاج نداره، مثل یک فقط سوزن کردن هستش. وقتی که این سوزن رو داره نشون میده که وارد دیسک داره میشه، وقتی که این سوزن وارد دیسک شد ما اینو زیر ماشین اکسری قشنگ دیم، اینجا یه دقیقه نگه دار علی جان، پازش کنین. این یک سیم خیلی باریکی رو ما وارد از این لوله میکنیم و داریم قشنگ زیر ماشین اکسری میبینیم که این کجا داره میره توی دیسک. وقتی که این سیم وارد شد قشنگ میبینیم که چرخیده، این تقریبا بالا و راستش یه ترک توی دیسک هست که الان داره قشنگ نشون میده. این سیم الان وارد دیسک شده نزدیک اون ترکه. وقتی که ما قشنگ دیدیم که سیم جای درستی هستش و
با ماشین اکسری اینو تصویبش کردیم، این سیم بسته شده به یه ماشین دیگه ای که باعث حرارت میشه، مثل مایکروویو هستش که توی آشپزخونه حرارت با موج به اصطلاح صوتی میدن، این همون کارو میکنه. اینو ادامه بدین پلی بکن آیین جان. وقتی که این حرارت سیم وارد بشه حدود 90 ثانیه ما اینو شروع میکنیم حرارت دادن که به اون حرارت بالاش میرسه. بعد از این حدود 5 تا 10 دقیقه ما این حرارت رو نگه میداریم در همون حد. در همون حد وقتی که به اون حرارت نگه داشتیم 5 تا 10 دقیقه، مثل حلیمکاری تقریبا میشه، لحیمکاری که این اون ترک رو باعث میشه که بپوشونه بگیره. وقتی که این ترک بسته شد دیگه هیچ به اصطلاح مایعی از توی اون ترک نمیتونه نفوذ بکنه به اون عصبا برسه و یه عصبای خیلی کوچیک دیگه که توی دیسک هستن با این حرارت از بین میره. وقتی که اینا از بین رفتن، عصبا که این مقدار رفتن درد کمر بهتر میشه. وقتی که این عصبا باعث درد میشن، این مایه ها دیگه نمیتونن بیرون برن به نخاع بزنن و به عصبایی که مثل سیاتیک هستش و به اصطلاح دردتون، این دیسک درمان میشه. این جراحی بود که ما کردیم، دیسک رو ترمیم کردیم. این عصب هنوز یک مقداری تورم داره، ما یه سوزن خیلی کوچیک دیگه میزنیم نزدیک عصب، کورتیزون و کورتون رو تزریق میکنیم که تورم رو بخوابونه. مریض پا میشه 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد میره منزل. حدود تورم عصب امکان داره 1-2 روز طول بکشه که بخوابه و این خود دیسک به اصطلاح باز ما یه جراحی روش کردیم، این التهابش اینا که بخوابه حدود 1 هفته شاید طول داشته باشه. اکثر مریضا بین 1 هفته تا 2-3 هفته دیگه به روز اول بر میگردن که انگار این ترمیم کلی شده، ولی درد اصلیشون بلا فاصله حدود 1 روز از بین خواهد رفت. بعضی همون موقع توی اتاق عمل وقتی مخصوصا کورتیزونو که تزریق کردیم به عصب، عصب و تورمش خوردیم، این حالشون خیلی بهتر میشه. بعضی موقع ها که این دیسک نه تنها به اصطلاح ترک خورده و امکان داره یه مقدار مایاش بیرون هم زده باشه و خود دیسک اون نوکلیسش بیرون زده باشه، میتونیم اونم یه مقدار ببریم از توی این سوزن و در بیاریم. خب یه سوال باز میخوام، شما این مایعی که میگین توی اون قسمت دور دیسک هست، این خارج میشه، شما میرید اون رو داخلش ترمیم میکنید که دیگه این خارج نشه، اون مایعی که خارج شده تکلیفش چیه؟ اون دیسک اون دیگه ابزورب میشه، از بین میره دیگه، اون از بین میره و اون چیزی که از توش در اومده، خب اون دیسک مقدار ضخامتش کم میشه، ضخامتش کم شده، اون دیگه چیزی توش پر نمیکنه. نه اون دیگه چیزی نمیشه توش پر کرد. البته این در امروز توضیحش زیاد نمیخوام بدم، ولی الان یک تحقیقاتی هست که ما بتونیم اصلا خود اون وسط دیسک نیوکلیسش رو بتونیم رشدش رو بیشتر بکنیم و این با جین تراپی و قوی تر بشه. حالا من در برنامه های بعد توضیح میدم که چطور میشه دیسک رو جوون ترش کرد و رشدش کرد، همینطور که توضیح میدادیم. این در مورد به اصطلاح یه جراحی خیلی ساده ای که البته میگم ساده برای شما ساده است که خیلی ساله که اینو میکنیم، ولی با تجربه و اون ماشین اکسرای اینا رو داشته باشیم میتونیم این جراحی رو بکنیم و مریض خیلی راحت ترمیم بشه. این به اصطلاح جراحی درسته، باز من گفتم ساده است، باز عصب هست، عروق هست، شما اگه موقع اون سیمتون جای اشتباهی باشه بتونین عروق رو بسوزونین یا عصب رو بسوزونین، خب اون ریسکش خیلی زیاده، ولی به اصطلاح کسی که تجربه داره و این کارو کرده میتونه خیلی راحت اینو برای شما این عمل رو بکنه و برای شما سلامتی و انشالله بی دردی بیاره. خب بسیار خب، راجع به اتفاقات بعد از مشکلاتی که برای دیسک به وجود میاد صحبت کردیم و روش هایی که میشه درمان کرد. حالا بذاریم بریم چند مرحله قبلش که چه کار بکنیم آقای دکتر تا به اینجاها کارمون نرسه که حالا دیسک متاسفانه پاره بشه، اون موادش بیاد بیرون یا اینکه صدمه ببینه. بریم راجع به پیشگیریه که میگن پیشگیری بهتر از علاجه واقع است. اگه لطف بکنید تا چند لحظه دیگه سری بزنیم به اتاق فرمان، برگردیم میخوام راجع به اینکه راههایی که شما ایزان میتونید قبل از اینکه اتفاقی برای کمر بیفته انجام بدین که مشکلاتتون به اینجاها نرسه که بخواید به کار جراحی و روش‌های پیشرفته دیگه برسید.
پماد ضد درد ناکسیکر 100% گیاهی و طبیعی، بدون بو، غیر روغنی، اثر سری و طولانی، برای تمام سنین، ساخت آمریکا، تحت نظارت FDA. ناکسیکر. خب برگشتیم دوستان عزیزان، در خدمت دکتر رضا قربانی، فوق تخصص در جراحی و درمان درد از دانشگاه هاروارد هستیم. در مورد راه‌های پیشگیری درد می‌خوایم باهاشون صحبت بکنیم، به خصوص در مورد کمر درد. پیشگیری دو نوع پیشگیریه. یکی پیشگیری هست که همینطور توضیح دادیم که میگفتین دیسک به اصطلاح پاره نشه. یه پیشگیری هم هست که در مورد عصبا و خود درد پیشگیری. این دوتا با هم مقدار فرق داره. عصب وقتی که درد و شما به اصطلاح باعث درد میشه بهش میگن acute pain، یا ترجمهش مثل فوری، نمیدونم، درد آنی. درد آنی مثلا شما انگشتتون بخوره به یه آتیش یا به یه سوزن، این اکیوت بهش میگن، و آنی یه مقدار عصبایی هست مثل فایبر یا فیبریا هست به نام A دلتا میگن، که این عصبا بلافاصله سیگنال میفرسته به مغزتون از طریق نخاع و میگه که این درد رو دارین و انگشتتون رو به اصطلاح از توی آتیش در بیارین یا از روی سوزن در بیارین. این یه سیستم خیلی خوبیه که بدن بهتون داره هشدار میده. اگر که شما هی ادامه بدین و این انگشتتون رو از توی آتیش در نیارین، یا مثلا اون سوزن که هستش هی ادامه بدین، این باعث میشه که یک عصبای دیگه به مرور زمان پیدا بشن و به اینا سی فایبر یا فایبرهای مختلفی هستن و سیگنال های کلن یه طور دیگه ای دارن به مغز میفرستن. این اکیوت پین، اون درد آنی شما، به مرور زمان اگر که اون کاری که داره باعث میشه که این درد هی ادامه پیدا کنه رو از بین نبرین، این به کرونیک پین یا مزمن. درد مزمن تبدیل میشه. درد مزمن درمانش خیلی سخت داره. معمولا به این دواهایی که معمولا شما میخورین مثل فرض کن آسپرین و ادویل و موترین و تمام این چیزا برای درد یا تاینانول، اینا اثر نمیکنه به اون عصبای مال درد مزمن. تزریقایی که ما میکنیم خیلی سخت داره که این عصبا رو به اصطلاح ساکتشون بکنه. به قول معروف من به مریضا میگم شما بدنتون مثل سیم داره که به مغز وصل میشه از طریق نخاع، شما سیم کشیتون عوض میشه به کلا. نتیجتاً یک کاری که شما میتونین بکنین و پیشگیری بکنین این دردهای مزمنی پیش بیاد، اینه که پیشگیری بکنین این دردی که شما بهتون آنی بهتون داره وارد میشه، این دردو کمش بکنه که دیگه نذارین بشه مزمن. این یه پیشگیری هست که چه کارهایی که میتونین بکنین. دواهای مثل درد از بین بخورین. و بعضی اصلا میگه ما دوای درد نمیخوایم چیز شیمیایی استفاده بکنیم. که ما تونستیم دواهای طبیعی مثل ناکسیکر به بازار بیاریم که ساید افکت نداشته باشه، مواد شیمیایی توش نداشته باشه که مردم به اصطلاح راغب نیستن، و اینا رو استفاده کنن که دردشون کمتر بشه. اگر که فرض کنین دواهای مثل ناکسیکر، چه پمادش چه قرصش که چرا تا یکی دو هفته دیگه میاد به بازار، اینا نتونن این درد رو ساکت بکنن، اون وقت شما احتیاج دارین به درمانهای دیگه مثل تزریقای کورتیزون و به اصطلاح فیزیوتراپی و کایروپراکتور و کارهای دیگه که این درد رو به اصطلاح ساکت تر بکنن. بعد پیشگیری های دیگه ای هست در مورد خود استرکچر بدن، که مثلا ما توضیح میدادیم دیسکتون که چه کار میتونین بکنین که این به اصطلاح از بین نره یا رابچر نشه. و اولا در برنامه قبل گفتم که این دیسک متاسفانه هر آدمی بعد از 30 تا 40 سالگی شروع میکنه این دیسک از به اصطلاح مقدار بین رفتن، و خیلی ژنتیکه که باز ما نمیتونیم کاری در مورد ژنتیک بکنیم. البته اون تحقیقاتی گفتم در برنامه آینده صحبت میکنیم، میتونیم این به اصطلاح ژن بهتری توی دیسک تزریق بکنیم، حالا صحبتشو بعد میکنیم. تا حالا تا فعلا قضیه اینه، حالا اگه تا سال آینده
و ولی کارهایی میشه کرد که پیشگیری، مثلا توضیح دادم این دیسک عروقی خودش بیرون توش نداره، از عروق بیرونش استفاده میکنه. شما اگر که سیگار نکشین یا کمتر بکشین، فرض کنین مرض قند اگه دارین، قندتون رو کنترل بکنین، کلسترولتون رو کنترل بکنین، باعث بشین که این عروق بهتر بتونن اکسیژن و مواد غذایی رو به دیسک بدن، این برای دیسک خیلی بهتره. اگر که وزنتون رو کمتر بکنین، این فشار به دیسک خیلی کمتر میاد. به اصطلاح هر روز که شما پا میشین تا آخر شب این قدتون به مقدار کوتاه‌تر میشه، چون هی فشار داره به دیسک میاد و این دیسک شب که میخوابین دوباره به مقدار بازتر میشه، مثل بادکنک میمونه که هی فشار از دو طرف بهتون. چون من خودم صبح که خودم بلند میشم ماشاءالله 1.90 متر اینطورا قد دارم، ولی پس دلیلش این بود. دلیلش اینه، ولی هستن که وقتی میشینن توی رانندگی بخوام بکنن اون آینه عقبو باید این مقدار ادجاست بکنن، چون به اصطلاح قدشون این مقدار فرق کرده. یعنی صبح شما مثلا تنظیم میکنی، شب بعضی موقع پس کسی دست به آینه شما نزده، خود آدم آب رفته، خود آدم این مقدار آب رفته. و این به اصطلاح وزن خیلی مهمه، که هرچی شما وزنتون بیشتر باشه این فشار به دیسک خیلی بیشتر میاره، و این هی فشار به دیسک بیاد، این خب داره به اصطلاح بهش صدمه وارد میشه. بعد کارهای دیگه ای هست که میتونین بکنین. اول برنامه توضیح میدین چمدونای خیلی سنگین رو خودتون ور ندارین، یکی استخدام کنین که براتون بردارن. ولی نه، بدون شوخی یه چیز سنگین که میخواییم بلند کنین، نباید دولا بشین و اینو بلند کنین، باید به اصطلاح بشینین و اینو بلند بکنین. بعضی به اصطلاح آدم هایی هستن که از صبح تا شب کارشون به اصطلاح بلند کردن چیزهای سنگین هست، اینا کمربند هایی هست که میتونن ببندن که نگه دارن به اصطلاح فشار رو به این دیسکا خیلی کمتر وارد بشه. اگه یک موقع ورزشی کاری دارین میکنین که فشار میاد به کمرتون، فرض کنین دارین راه میرین و یه مقدار کمرتون یه دفعه شروع کرد به درد کردن، خب بشینین یه مقدار استراحت کنین. هواپیما، من خب پی دارم از واشنگتن میام و میرم، تو هواپیما خیلی مردمم میبینم و این 5 ساعت نشستن توی به اصطلاح هواپیما مقدار فشار میاد به کمرتون. بلندشین هر 1 ساعتی اگه بشه عقب و جلو بریم، فقط ندوین توی هواپیما چون خطرناک میشه، ولی مقدار به اصطلاح راه برین، یه مثل نرمش ماننده، خیلی تکنیک های خیلی به اصطلاح کوچکی هست که میتونین بکنین و این به اصطلاح فشار رو کمتر بکنین به دیسکتون. بعد این قوی کردن عضلات چی میگن؟ مثلا عضلات پشت و کمر رو بتونیم قوی کنیم، فشار زیاد شما هم عضله دارین هم لیگامنت دارین که بین این استخوانا هستش، لیگامنت های خیلی مختلفی که هرچی این لیگامنت ها قوی تر باشن و صدمه ندیده باشن، اون عضلاتتون قوی تر باشن، ضعیف نباشن، فشار رو یه مقدار اینا دارن میگیرن تا اون دیسک. و چه کار میتونید بکنین؟ عضلاتتون قوی تر باشه، لگامنت ها قوی تر باشه، ورزش. ورزش خیلی چیز مهمیه. حالا در برنامه بعد ما خیلی صحبت خواهیم کرد در مورد کلن پیشگیری های مختلف و ورزش خیلی چیز خوبیه. چه کار ورزش میتونه بکنه؟ نه تنها میتونه به اصطلاح عضله رو رشدش رو بهتر بکنه یا لیگامنت، بلکه میتونه پیشگیری بکنه از ضعیف شدن اینا. و هر ورزشی که شما بکنین گردش خون بهتر میشه. شما هرچی گردش خونتون بهتر باشه به تمام این عضلات، مفصلا، لیگامنت ها، ارگانای به اصطلاح توی بدنتون، کلیه و قلب و تمام چیزا، غذا رسانی بهتر میکنه، میتونه سمومو به اصطلاح که داره دفع بکنه. اگه بدنتون احتیاج مثلا گلوبولای سفید داشته باشه که بخوان به یه جای برن که فرض کن عفونتی داره به وجود میاد یا سریعتر میاد تورم، اینا رو میتونه بهتر به همه جا بره. گردش خون خیلی چیز مهمیه به تمام اعضای بدن و هرچی گردش بهتر باشه این ورزش باعث میشه که گردش خون خیلی بهتر باشه. پس نکات جالبی که شما اشاره کردین، سیگار، کسایی که فکر میکنن سیگار خب فقط برای ریه بده یا نفس تنگ میاره اینا،
خیلی جالبه که حتی روی کمردرد شما میتونه اثر بذاره، روی این دیسک شما رو هر چیز باعث بشه که زودتر خراب بشه. ورزش که همیشه سالهای ساله که میگن ورزش از جهات مختلف میتونه کمک بکنه، تغذیه مناسبی که آدم باید داشته باشه و مسئله دیگه، تا اونجا که میتونیم موقع بلند کردن و جابجا کردن اجسام سنگین بتونیم روش‌های درست رو، چیز جالبی که شاید بشه هفته دیگه من اینجا قشن انجام بدیم، اونطوری که باید راه درست جابجایی اجسام رو شاید اصلا بشه نشون بدیم به دوستان عزیزان. در این دقایق آخر فقط میخواستم بپرسم، خب داروهای شیمیایی میگن که ساید افکت داره، درست هم میگن، و میخوایم اون دردهای آنی رو برطرف بکنیم که به دردهای مزمن نرسه. ناکسیکر که یک داروی گیاهیه، اون چیکار میتونه بکنه برای این جور دردهای آنی؟ ناکسیکر از هفت عصاره گیاه درست شده که تا حالا هیچ کس اینو نتونست با هم مخلوط بکنه و بتونه یک عصاره خیلی به نام ناکسیکر قوی درست بکنه که ساید افکت نداشته باشه، ولی قوی تر از خیلی دواهای با نسخه و عصاره های تنهایی با هم باشه. اکثر این عصاره ها، حالا ما در برنامه بعد حتما تک تک صحبتش خواهیم کرد، ولی یکی از خاصیت هایی که داره تورم و التهاب رو از بین میبره. تورم و التهاب منشأ درد و کارهای خیلی بدی برای بدن شما هستش. حالا من اینو تموم میکنم با چیز توضیح مختصری بدم که التهاب و تورم چرا منشأ درده. من چند وقت پیش توی مجله میخوندم توی اروپا که یه دکتری خون بدن شما رو میگیره و اینو یه کارایی توش میکنه، بعد از یک هفته وقتی این خون قوی تر شد و تونست التهاب و بخوابونه، شروع میکنه تزریق کردن به مفصلاتون و جاهای بدن. عجب. و این به اصطلاح این دکتره این کارو که داره تو اروپا میکنه و یه موفقیتی هم داشته، خیلی خوب این گرونه و به اصطلاح هر کسی نمیتونه به این درمان دسترسی پیدا بکنه و ساید افکت های دیگه هم داره، حالا توضیحش نمیخوام بدیم، ولی کلا میخواستم میگم ما هر روز دانشمندان دارن یک فعالیت‌های میکنن که بتونن ترمیم بکنن بدنتون رو، التهاب رو کمتر بکنن و تمام اینا منشأ درد و به اصطلاح صدمه خوردن به بدنتون التهاب اینفلمیشنه. و این عصاره های ناکسیکه چه در مورد کرم بودنش و چه کپسولش که تا یکی دو هفته آینده به بازار خواهد اومد، باعث میشن که التهاب و تورم کلن در بدنتون کمتر بشه و انشالله سالمتر نگهتون داره و اگرم که دردی داشته باشین درد کمتر بکنه. بسیار عالی. دوستان عزیزان میتونید ناکسیکر رو، محصولات ناکسیکر رو که تا الان پمادش در دسترس شما هست، اگر میخواید از طریق وبسایت میتونید اوردر سفارش خودتون رو بدید. تلفن هایی که در زیر تصویر هست میتونید تماس بگیرید با همکارانی که در آفیس اونجا هستن، میتونن سفارش شما رو بگیرن، براتون بفرستن، پست بکنن، و یا از طریق داروخانه متفاوتی که در سراسر آمریکا هست، برای گرفتن اطلاعات دقیق در مورد داروخانه هایی که ناکسیکر رو در دسترس شما قرار میدن، وبسایت ناکسیکر.com که تشریف ببرید، بالا دست راست زده ریتیل لوکیتر، در جنوب کالیفرنیا نزدیک 7-8 تا داروخانه هستن، از سمت سان دیگو داروخانه آریا، از میشن دیهو داروخانه رازی، سمت لس آنجلس میاید داروخانه های سنتری در 4 منطقه، یکیش در رسیدا هست، یکیش در بیولی هیلز هست، در خود لس آنجلس و در سانتا مونیکا، و داروخانه لوئیس که در همین انسینوی منطقه ولی هست. در بسیاری از راه‌های مختلف وجود داره شما بتونید ناکسیکر رو تهیه بکنید به عنوان راه بدون درد سر، با هزینه بسیار بسیار کمتر از اون که شما فکر بکنید بخواید کار به جاهای باریک بکشه، خدای نکرده بخواید درمان بکنید دردتون رو، و بدون ساید افکت، بدون خطر، محصولی که 100% گیاهی است و نتیجه سالها تجربه و تحقیق و پژوهش تیم مجربی است به ریاست و مدیریت دکتر رضا قربانی در زمینه راه‌های مختلف درمان درد. بسیار ممنون آقای دکتر که بازم وقتتون رو به ما دادید. با اجازه شما از دوستان و همکاران و
همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا هفته دو هفته دیگه در خدمتتون هستیم. با تشکر از اتاق فرمان آیلین عزیز. خیلی ممنون، خداحافظ شما.